دوستان سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به ویدئوی امروز. همه ما اسطوره شطرنج بابی فیشر رو میشناسیم و امروز هم میخوایم با بررسی یکی از بازیاش با بابی و نوبوقش بیشتر آشنا بشیم. بریم سراغ صفحه شطرنج و ببینیم تو بازی امروزمون چه اتفاقاتی افتاده. خب تو این بازی فیشر مهره سیاهو داشته و سفید بازی رو با حرکت D4 شروع میکنه. اسب F6، C4 و حرکت G6 بازی شده. G3 و فیشر حرکت C6 رو بازی میکنه با ایده انجام حرکت D5. C6 داره از اجرای حرکت D5 حمایت میکنه. بعد از فیل G2 سیاه D5ش رو بازی میکنه. اگه بخواد فیل G7 بازی کنه به سفید اجازه میده که مرکز خیلی قویش رو با حرکت E4 تشکیل بده. برای همین سیاه اول D5 بازی کرده، سفید پیاده رو تعویض کرده، اسب C3 و حالا فیل G7. E3 بازی شده، قلعه کوچیک، اسب E2. اسب C6، قلعه کوچیک و حالا هر دو بازیکن میخوان سعی کنن فیلاشون هم گسترش بدن. سیاه B6 بازی کرده، سفیدم B3 بازی میکنه، فیل A6 و فیل A3. هر دو بازیکن یه جورایی دارن سعی میکنن از هم تقلید کنن و فیلاشون هم تو این قطرها قرار دادن که میتونه قطرهای فعالی برای فیلها باشه. حالا اگه به این وضعیت دقت کنیم تا میزان خیلی زیادی قرینه است. فقط دو مهره است که تو این وضعیت قرینه نیستن. میتونید دقت کنید ببینید اون دوتا مهره کدومان. یکی از اون مهرها اسب خونه F6ه که اسب متقابلش خونه E2 و همچنین پیاده سیاه خونه E7 ولی پیاده سفید خونه E3 است و تمام مهرهای دیگه کاملا قرینه و به نظر میاد که بازی ساختن برای هر دو طرف خیلی سخت باشه به خاطر اینکه وضعیت تا حد زیادی قرینه است و هر دو طرف امکانات خیلی مشابهی دارن. ولی همین دو مهره برای بابی فیشر کافی بوده تا سفید رو مجبور کنه تو 10 حرکت آینده انصراف بده. این بازی کلا 21 حرکته که این حرکت حرکت 11 هم بوده. فقط 10 حرکت دیگه میمونه. سیاه تو این وضعیت حرکت رخ E8 رو بازی میکنه. پیاده رو از آچمزی در میاره و شاید حرکت E5 رو بازی کنه. سیاه داره میگه من یک زمان مصرف نکردم که پیادم رو E6 قرار بدم و میتونم این حرکت E5 رو تو یک حرکت انجام بدم. در صورتی که سفید اگه بخواد E4 کنه منطقی نیست به خاطر اینکه یه بار پیادهش رو E3 قرار داده. برای همین سیاه طرح E5 رو جزو طرحهای خودش داره. حالا سفید اینجا باید رخ E1 بازی میکرده و بعد از E5 پیاده رو میزده، اسب در E5 و اسب F4. هر دو طرف شانس‌های برابری دارن و وضع سفیدم خوبه. ولی تو بازی رخ E1 بازی نشده که حرکت دقیقی بوده. حرکت وزیر D2 بازی شده. حالا فیشر E5 بازی کرده. بعد از D در E اسب در E5. شاید براتون سوال بشه که آیا فیشر نگران پیاده D5ش نبوده که پیاده ضعیفی الان؟ 100% بوده، یعنی متوجه این موضوع شده که پیاده D5 میتونه پیاده ضعیفی باشه و تا حدی هم نگران بوده، ولی از طرفی هم میدونسته که در ازاش سوارهای فعالتری داره. و این یه جورایی وضعیت رو به تعادل میرسونه. سوارهای فعالتری داره، همچنین فضای بیشتری هم نسبت به سفید داره. پیاده D5ش داره از سفید فضا میگیره. تو این وضعیت رخ FD1 بازی شده که بابی فیشر به ما نشون میده که این رخ اشتباهیه و سفید باید اون یکی رخشو خونه D1 قرار میداد که خیلی طبیعی به نظر نمیرسه به خاطر اینکه حالت طبیعیش اینه که سفید میخواد این رخو D1 قرار بده و اون یکی رخو C1 قرار بده که ستونهای باز و نیمه باز برای سفیدن. ولی سفید باید طرح سیاهو میدیده و شاید کار آسونی نبوده. رخ FD1 حرکت دقیقی نیست و حالا بابی فیشر با خودش گفته چجوری میتونم سفیدو اذیت کنم؟ اسب D3. اسب خونه ای میذاره که با فیل دفاع داره، البته یه سری طرحهای خاصی هم تو اسب D3 وجود داره. سفید خیلی خوشحال وزیر C2 کرده، میخواد با رخ اسبو بزنه و رخشو در ازای اسب و فیل تعویض کنه که یک تعویض خیلی خوب برای سفیده و تو این وضعیت فیشر طرح خفنشو با اسب در F2 نشون میده. شاه F2 اسب G4 کش. شاه G1 بهترینه، واقعا انتخاب خوب دیگه ای نیست. اگه این دو خونه بره که اسب در E3 خیلی خطرناک و کشنده میشه. خونه F3 هم که اصلا خوب نیست با حرکت رخ در E2. شاه سفید قرار مات بشه تو حرکات آینده و سفید حرکت شاه G1 رو بازی کرده. اسب در E3 وزیر و رخ و فیل چنگال شدن و بعد از وزیر D2 شاید فکر کنیم بابی فیشر میخواد رخ خونه D1 رو بزنه ولی بابی فیشر این حرکت رو انجام داده که فیل خونه جی دورو بزنه. شاید خیلی از بازیکنان وقتی این وضعیت رو ببینن میگن خب خیلی واضحه، رخ 5 امتیازه، فیل 3 امتیازه، پس ما باید رخ رو بزنیم. ولی بازیکنان قوی تو شطرنج و بازیکنان با تجربه به ارزش مهرا به این سادگی نگاه نمیکنن. شاید شما بگین یه فیل معمولیه و 3 امتیازه، ولی از نظر بابی فیشر این یه فیل معمولی نیست. این مهمترین مدافع شاه سفیده و اگه سیاه تو این وضعیت فیل رو بزنه نه تنها مدافع هست شده، بلکه فیل سفید روش بی‌رقیب میشه، به خاطر اینکه سفید دیگه فیل سفید رو نداره و فیل سیاه خیلی قوی میشه. این دیگه یه فیل 3 امتیازی نیست، این فیل 4.5 امتیازیه. فیل 4.5 امتیازی حریف رو حذف کردیم به خاطر اینکه مدافع مهمی بود و فیل خودمون رو 4.5 امتیازی کردیم به خاطر اینکه مهره خیلی قدرتمندی قراره بشه. پس ارزش مهره به وظیفه و جایگاهشون تو بازی بستگی داره. اون ارزش نسبی که بهشون نسبت میدیم درسته، یعنی باعث میشه کارمون راحت‌تر بشه، بتونیم بهتر تصمیم بگیریم، ولی قضیه به این سادگی‌ها نیست که قشنگی شطرنج هم به همین استثناء و پیچیدگی‌هاش. شاه G2 بازی شده و تو این وضعیت سیاه فقط و فقط یک حرکت خوب داره که بتونه به حمله خودش ادامه بده، که حرکت مهمی هم است انجام این حرکت. اگر دوست دارین پیشنهاد میکنم که ویدیوهاتون رو استاپ کنین و سعی کنین حرکت خوب رو برای سیاه پیدا کنین. من چند ثانیه فرصت میدم تا ویدیوها رو استاپ کنیم و بعد حرکت خیلی خوب بابی فیشر رو بهتون میگم. خب تو این وضعیت حرکتی که بابی فیشر انجام میده حرکت پیاده به خونه D4. حرکت خیلی مهمی، قربانی پیاده محسوب میشه، ولی اینجا دیگه پیاده ها خیلی تاثیرگذار نیستن. حمله کردن به شاه خیلی مهمه و سیاهه که داره قطر رو برای فیلش باز میکنه. حرکت بعدی داره فیل B7 انجام میشه که خیلی خطرناک میتونه باشه. ولی بیاین فرض کنین حرکت D5 رو انجام ندیم. اگه بخوایم فیل B7 مثلا بازی کنیم، بعد از حرکت اسب D4 حمله کردن برای سیاه خیلی سخت میشه. پیاده به خوبی بلوکه شده، پیاده دیگه رونده نمیشه و این فیل اونقدر هم فیل خفنی نیست تا موقعی که این اسب خونه D4 باشه. برای همین حرکت D4 حرکت خیلی مهمی برای سیاه. پیاده خودش رو به خونه D4 رونده. بعد از حرکت اسب در D4 فیل B7 کیش، شاه F1 بازی شده. اگه حرکت شاه G1 بازی میشد تو این وضعیت سیاه برنده است به خاطر حرکت فیل در D4 کیش و بعد از حرکت وزیر در D4 سیاه از تاکتیک منحرف کردن استفاده میکنه. وزیر خونه D4 دفاع داره، مشکلی نداره. فیشر مدافعش رو منحرف میکنه. اسب E1 رخ E1 کیش اگه سفید رخو بزنه وزیر رو از دست میده و حرکتی مثل شاه F2 هم اگه بازی بشه اینجا سیاه میتونه وزیر رو بزنه. حالا اگه سفید وزیر رو بزنه اون یکی رخش رو از دست میده و سیاه یک پیاده و یک تفاوت جلوه و وضعیتش هم کاملا برنده است. خب این چه شاخه‌ای بود؟ شاخه‌ای بود که سفید شاهش رو تو خونه سیاه بذاره، ولی سفید تو بازی شاه F1 بازی کرده و بعد از وزیر D7 سیاه دانالد برن از بازی انصراف میده و تسلیم میشه که بعداً هم بابی فیشر میگه واقعا ناامید شد که دانالد برن انصراف داد، چون نتونست ترکیبای زیبایی که در ادامه دیده بود رو اجرا کنه. حرکاتی که بابی فیشر تو آینده میخواد انجام بده حرکاتی مثل وزیر H3 که به شاه حریف کیش میده و بعد از اون میتونه اسب خونه D4 رو بزنه و یا فیل H6 هم میتونه خیلی کشنده باشه تو این وضعیت. و ترکیب خاصی هم که خودش در ادامه اشاره کرده بهش، تو این وضعیت حرکت وزیر F2 رو برای سفید داده و بعد از وزیر H3 کیش شاه G1 حرکت خیلی خفن رخ E1 کیش رو برای سیاه دیده بوده که این وضعیت کاملا برای سیاه برنده است. اگه سفید با وزیر رخ رو بزنه با حرکت وزیر G2 مات میشه و اگرم با رخ رو بزنه بعد از حرکت فیل در D4 وزیر آچمزه، سفید نمیتونه فیل رو بزنه به خاطر اینکه وزیر G2 مات میشه و این وضعیت قابل انصرافه. حتی رخ E3 هم فایده نداره، سیاه رخ رو هم میزنه و دوباره همون آش و همون کاسه. اگه سفید و فیل رو بزنه وزیر G2 مات میشه و این وضعیت کاملا برای سفید ناامید کننده است و هیچ امیدی تو این وضعیت وجود نداره. و دانالد برن هم اصلا این اجازه رو به بابی فیشر نمیده و بعد از حرکت وزیر D7 از بازی انصراف میده و تسلیم میشه. بازی خیلی خیلی زیبایی بود و فیشر نشون داد که تو وضعیتایی که میتونن کاملا قرینه باشنم چقدر پتانسیل وجود داره. البته یادون باشه که کاملا قرینه نبود و یه فرقای کوچیکی تو وضعیت وجود داشت. خیلی ممنون که تا پایین ویدیو با من همراه بودین. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسین. لایک کنین ویدیو رو تا یوتیوب به بقیه هم این ویدیو رو پیشنهاد بده و اگه به شطرنج علاقه‌مندین و کانال من رو سابسکرایب نکردین این کار رو هم انجام بدین تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.